اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. چرا خنده گم شد به روی لبانت؟ چرا ساکت از گفته مانده زبانت؟ عزیزم چرا چشمهایت غمین شد؟ چرا ناله می آید از بوسه‌زار دهانت؟ تو زیباترین منظر عشق بودی، نه تنها وطن، قاره‌ای در جهانت. به البرز دنیای دیروز و امروز، به مازندران رستم جاودانت، خلیجت همه فارس، نام تو دریاد، همه سوی عالم پر از عاشقان. عزیز دلم، من تو را دوست دارم، تویی هستی من، منم بندگانت. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 24 مهر ماه 15 ماه اکتبر، به شما سلام. وطنمون در شرایط خاصی. من یک ویدیو دیدم از هوشنگ ابتهاج نازنین از سایه. سایه دیرگاهیست عطای وطنی رو که عاشقانه دوست داره به لقایش، برای اینکه نمیخواد بره اون منظره ها رو ببینه. روایتی داره از مشکاتیان که از من رو کلافه کرد. گوش بدید. آقای پرویز مشکاتیان شب داشته میرسه خونه، ماشینش نگه داشتن، حالا نمیدونم مشروب خورده بود یا ساز همراهش بود، بردنش نگهش داشتن. شب صبح 100 ضربه شلاق زدنش و یه اتفاقی تصادفاً پیش آمد. یکی گفت که آقا اشتباه شده، به جای 100 ضربه شلاق 101 ضربه شلاق زدین. بعد آمدن به آقای مشکاتیان گفتن که تو میتونی 1 ضربه شلاق به این کسی که تو رو شلاق زده بزنی. این به خودش میپیچیده از 100 تا شلاقی که خورده، با اون لهجه خراسانی خودش گفت من انسانم، انسان شلاق نمیزنه. که گفتن که من انسانم، و بعد آنچه استاد شجریان درباره این حیوانات میگه اونم گوش بده. من موسیقی رو انتخاب میکنم، مردم باش میگه موسیقی میخوام یا نمیخوام، نه اینکه یکی دیگه بگه آقا من باز اجازه بدم فلان کنم. اینا در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر سعی به موسیقی بند کردن. بس مجوز بگیری، کجا دنیا موسیقی مجوز میخواد؟ کجا دنیا شعر مجوز میخواد؟ اینا برای هر چیزی یه ایده آدمای بی سواد، بی اطلاع، بی سلیقه اونجا میشینه میخواد اونجا موسیقی نظر بده. غلط میکنه، موسیقی نظر بده. اون چیزی رو که شنیدیم از تاریخ ما شنیدیم، چون موسیقی همیشه نظر مردم رو جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواس رو داره به طرف خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرده. صرف ربطی به اسلام نداره موسیقی. بیار بالا، بیار بالا، بیار یکی ای کم بیار بالا.
من 11 بار قرآن رو دور کردم تو دوران نوجوانی، یک کلمه از موسیقی اونجا نیست که بگه خوبه یا بده. پس کسی حق نداره بگه موسیقی حرامه. چون اگه موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه. خب بچه‌ها چهار روزه بزنیم زیتا ببینیم چیه. من با زبان دیگه ای بایستی با شما صحبت بکنم که چندین ساله به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخونم خوندم و بعد از این هرچه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خانی است و آبروریزی میشه، اینه که من اجازه ندارم که چندین ساله در مملکت خودم برای مردمان خودم بخونم. روز همگی بخیر. اما استاد، مردمان ارزش و اعتبار تو رو میدونن و اونجور بدرقت کردن. درود میگم به دکتر محسن سازگارای عزیزم. درود دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. چه خوب کردید برنامه رو با دو چهره تابناک و درخشان فرهنگ ما آغاز کردید. من شخصا خودم از ارادتمندان ابتهاج و اشعارش، غزلیاتش هستم و انصافا یکی از مفاخر فرهنگی ماست ابتهاج و شجریان که جای خودش رو داره. من آقای دکتر نوریزاده راجع به استاد، یه بار که موفق شدم ایشون امریکا تشریف آورده بودن، محبت کرده بودن تلفنی، دوست عزیزمون آقای چالنگی خواسته بودن، از آقای چالنگی میشناختیشون رو، تلفنی با من صحبت کردن. هم موقعی بود که من و شما در برنامه بی‌او‌ای بودیم. خیلی محبت کردیشون، خیلی زیاد از اندازه، بیشتر از کوپن ما به ما محبت کردن. ولی واقعا باید بگم استاد شجریان به قول شفیع کدکنی که میگه من موسیقی نمیدونم، متواضعانه میگه کدکنی، ولی شجریان حافظ در موسیقی است، موسیقی ماست. و به قول بهادین خرمشاهی جمله‌ای داره میگه حافظ حافظه ماست. من بر وزن اون میگم شجریان صدای ماست واقعا. و خودش دوست داشت که کارش رو در موسیقی با کار فردوسی در زبان فارسی مقایسه کنه که او زبان فارسی رو حفظ کرد، زنده نگه داشت و به نسل‌های آتی سپرد. شجریان هم انصافاً اهل فن میگن، نه من بگم، موسیقی ایرانی رو حفظ کرد و به آیندگان سپرد، اطلاع داد، تعالی بخشید بهش. و کسی بود که به گفته اساتید فن بسیاری دستگاه‌های موسیقی که سینه به سینه بود رو جمع‌آوری کرد، گوشه‌های مختلف رو. یکی از دوستان ما که از نزدیک با او آشنا بود میگفت برای او نقل کرده بود که در جوانی اساتید آواز رو میرفته، مثلا اگر میخواستن جایی برن میگفته من میام شما رو میبرم استاد، مثل راننده آژانس. و از این فرصت استفاده میکرده شجریان، ازش خواهش میکرده فلان گوشه یا فلان ردیف رو بخواند و ضبط میکرده. و با این مرارت استاد شجریان در واقع تمام رو حفظ کرد. و بعد هم به گفته خودش بیش از 70 شاگرد مبرز، نیمی زن نیمی مرد، تربیت کرده، چندین ساز به موسیقی ایرانی اضافه کرده، هدیه کرده. ایشون 48 سال به گفته خودش کار ساختن ساز رو داشته و در ابعاد مختلف تعالی و ترقی داده به موسیقی ایرانی، هم حفظ کرده، هم شاگرد پروری کرده، هم غنا بخشیده. و همین که مهمتر از همه آقای دکتر استاد شجریان موسیقی ایرانی رو در حدی آبرومند، به جای به اصطلاح مطرب و روحوزی و تعزیه و که مصارف بوده، نمیگم اونا بده، ولی آورد در حد دانشگاه، در حد کنسرت های آبرومند. بله جهانی. و شخصیت خود استاد سایه انداخت به این و موسیقی دانی نشد یه چیز اخیه تو سری خوره، نمیدونم
نجس یه گوش افتاده شد یه چیزی که آخوندها میخواستن بله چیزی که واقعا آخوندها میخواستن شد یه هنر متعالی قابل احترام که خانواده ها حالا با شوق و اشتیاق میگذارن فرزندانشون تحصیل موسیقی بکنن. من ولی شأن استاد شجریان رو در اینکه مردم این گونه شجریان صدای ما بود و با افتخار گفت من صدای همین خس و خاشاکم و پاشم ایستاد، مردمم قدر میشناسن این در حوزه سیاست، در حوزه حوادثی که در جامعه ما اتفاق افتاده همین هم خب او رو در صفحه مردم جای داد و مردم رو در آغوش کشیدن و به قول شما این گونه او رو بدرقه کردن و واقعا در شبکه‌های اجتماعی، حالا روزگار کرونا بود و حکومت هم سختگیری کرد ولی دیگه در شبکه‌های اجتماعی نمیتونستن جلوگیری کنن، من فکر کنم بی‌نظیر بود مقدار علاقه که یک ملت به یک فرزند برومند ایران زمین ابراز کرد. ولی من همیشه حرفم این است که سیاستمدارا و امور سیاسی مهمونای تاریخ هستند، هنرمندا میزبانای تاریخ هستند. داستان جمهوری اسلامی، ستمهایی که کرده میکنه، دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. بله، این بله. ضحاک هم رد میشه. ایران زمین از این چیزها زیاد دیده. به قول کتکنی شعری داره، چه پیش از شما چه بسیار بیشمارها با تار عنکبوت نوشتن در باد، تا این دولت خجسته جاوید پاینده باد، تار عنکبوت رد میشه. ولی آنچه شجریان کرده به اصطلاح فراتر از زمان و مکان قرار میگیره و حوادث سیاسی خدمتی است که به فرهنگ ایران کرد، خدمتی است که به هنر ایران کرد، خدمتی است که با آثار جاویدانی که خلق کرده. صدای شجریان تا قرنها میماند و خدمتش به فرهنگ ایران جاش خلاصه به نظر من رفت در کنار بزرگان فرهنگ ایران زمین، فرزندان شایسته‌ای که البته در پیشانیش و در تارکش امثال فردوسی و حافظ و مولوی و ابن سینا و غیره نشستن، اینا ما را ساختن و ایرانی هستیم، سعدی و دیگران. و شجریان هم در حوزه کار خودش رفت اونجای نشست که به نظرم بخشی از هویت ایرانی ما رو شکل داد، رقم زد و تا قرنها و قرنها خواهد ماند. یادش گرامی باد واقعا، یادش گرامی، راهش پر رهرو باد. و دکتر سازگار بله واقعا بیش از اینها شاهد درختی که کاشته میوه های بزرگ برای اون سرزمین و وطن باشه. این چیز جالب که شما هم اشاره کردین، تربیت زنان و مردان در کنار هم بود. اگر آتش عشق تو فتد یک سوزن، یک سو همه مرد سوزد و یک سوزن. و واقعا عشقی که می ریختن، بانوانی که مرغ سحر رو می خوندن، چقدر زیبا بود. هفته پرخبری داشتیم دکتر سازگار، و نخست مثل همیشه شروع کنیم از کرونا. دیروز چهارشنبه 279 نفر جان باختن، آمار واقعی دو برابره. و صحبت از اینه که تعداد قربانیان در ایران از 513 هزار تن گذشته. و چه داره میشه؟ چه کار دارم؟ چرا قد اینا دیر به فکر میافتن؟ چرا اینا حالیشون نبود آقای روحانی وقتی میگفت نخیر امامزاده ها مسجد ها خیلی خوبه؟ آقایون تشویق میکردن برین امام رضا حضرت معصومه، برید نمیدونم عاشورا شرکت کنید. و امروز به این وضع خیلی خطرناکه آقای دکتر سازگار. بله. من دو تا از اقوام خودم گرفتار شدن که اصلا دلیلی برای گرفتار شدن نداشت به هیچ وقت. بله. خیلی هم مراعات مثل کرد. مثل خواهر من، خواهر بزرگتر من، سه سال از من بزرگتره، بازنشستم هست، جایی نمیره و خودشم گفت واقعا نمیدونم از کجا گرفتن، ولی مبتلا شد. خوشبختانه حالا زنده موند و خوب شد، ولی بیماری سختی رو پشت سر گذاشت با سنی که داره. ولی به خصوص میدونید این بیماری مثل همه جای دنیا در مناطق فقیرنشین و تراکم
بیشتر مبتلا و کشتار میکنه. اولا راجع به آمار عرض کنم آقای دکتر نوری‌زاده، من از ابتدای کرونا دوستان در شبکه بهداشت و درمان هستن، پزشکان، پرستاران، بهیاران، کادر اداری بیمارستان ها محبت دارن و سعی میکنن آمار رو جمع‌آوری کنن و به دست ما هم میرسه، برای به واسطه به دست بنده میرسه. واقعا از همون ابتدا تا الان بارها من عرض کردم آمار واقعی اگر شما بخواید به دست بیارید، دست کم چه مرگ چه ابتلا به معنی اونی که علائم درش آشکار میشه رو اونی که حکومت میگه رو باید ضرب در 9 یا 10 یعنی اگر نزدیک به 30,000 نفر میگن از کرونا مردن، شما برآورد کنید 300,000 نفر مردن یا 500,000 نفر مبتلا، 5 میلیون نفر تقریبا مبتلا. خود آقای حریرچی دیگه بالاخره مقر اومد که آره ما اونایی که تست مثبت بله. دارن فقط میگیم کرونایی، همین کار کردن از اول بله. و بعدم اذعان میکنن که یک عده تستشون منفی شده بعد کرونا گرفتن مردن و اونا رو جزو آمار مرگ کرونا نمینویسن. اصلا اینو نمیگن که 20% کسایی که مراجعه میکنن فقط ممکنه تست بشن، الباقی حتی تست هم نمیشن، یعنی با علائم بالینی پزشک میگه خب کرونا داری، اونا رو اینا جزء بیماری کرونا محسوب نمیکنه. درسته. اینجوریست که و بعدم فوت میکنن و بعدم یه درصد بزرگی اصلا به بیمارستان مراجعه نمیکنن. و اینجوریست که آمار واقعی نزدیک به 10 برابر چیزیست که حکومت و من به ذرس قاطع عرض میکنم به نسبت 83 میلیون 84 میلیون جمعیت ایران، تعداد ابتلا و مرگ رو سرانه تقسیم که شما میکنی بدون شک ایران اولین رتبه دنیا رو پیدا کنید، یعنی جلوتر از امریکا با 340 میلیون جمعیت یا هند با 1 میلیارد و شاید 200 میلیون جمعیت، اگرچه ارقام مثلا هند به 7 میلیون داره میرسه مبتلا، ولی ایران با 5 میلیون به نسبت 80 میلیون جمعیت رتبه اول دنیا رو داره. همین جوری هم با آمار 1/10 که حکومت میگه در منطقه خاورمیانه الان رتبه اول بله اولی درست و همین هم شما سرانه بکنی، همین هم باز 80 میلیون تقسیم کنی به نسبت بله، جمعیت بله. ایران جزء دو سه کشور اول دنیا میشه. البته چین و روسیه و این دیکتاتوریایی که پشت پرده معلوم نیست چی کار میکنن و نمیدونیم، ممکنه دروغ بگن مثل جمهوری اسلامی. بنابراین اوضاع خیلی بده، بسیار بده و آقای دکتر نمکی میگه این ویروس جهش هم کرده. البته در همه دنیا این ویروس جهش های خاصی کرده، ولی در ایران میگه مقدار ابتلاش بیشتر شده. الان 5 شهر رو هم گفتن ممنوع، تهران و مشهد و اصفهان و کرج و ارومیه و سفر به یا از به مقصده یا از این 5 شهر در این ایام تعطیلی 3 روزه ممنوع باشه. کار بدی نیست اگر چیز دیگه نه نه درسته، چون بلافاصله در مردم شایع شد که حکومت نظامی شده و میخوان یا خامنه ای مرده یا نمیدونم سپاهی ها میخوان کودتا کنن. من چیزی نشنیدم، ولی به دلیل کرونا اگر باشه بسیار کار خوبی است. بعد مدت ها قبل میکرد، ایتالیا وقتی در شمالش بروز کرد ارتش رفت مستقر شد، اون چند شهری که ابتلا از اونجا شروع شده بود رو بالکل بستن و تردد رو ممنوع کردن، حتی داخل شهرها اومدن محدوده مثلا 500 متری 350 متری گذاشتن. اگر شما از منزلتون دورتر می شدیم بعد توضیح می دادیم. دکتر سازگارا عاجزانه از مردم می خوان رعایت عاجزانه. این یک اپیدمی خطرناکه، این می تونه ملتی رو از رفتن باز داره، این می تونه ما رو برای مدت ها فلج کنه و به نفع رژیم. حواسمون جمع باشه، ما در برهه تاریخی مهمی هستیم. شماها رو ملت ایران نیاز داره در خیابان، شما رو نیاز داره که با صداتون فریادتون این رژیم جنایتکار رو فرو بندازیم. بنابراین به هر که دوست دارید رعایت کنید. واقعا چه بگیم؟ بله از دست شما چه برمید جزید؟
نه من قبلا هم بارها عرض کردم حکومت جمهوری اسلامی نشون داده که هیچ لیاقتی نداره در هیچ امری، نه حالا مقابله با کرونا، ساده ترین مسائل اقتصادی مردم رو نمیتونه حل، مسائل فرهنگی اجتماعی بزرگی که الان گریبان کشور رو گرفته مثل اعتیاد، مثل زاغنشینی و غیره، جمهوری اسلامی هیچ لیاقتی در حل هیچی نداره. یه ماشین سرکوب فقط، اتفاقا ماشین سرکوبش هم خیلی الان کرم گذاشته، لنگ زده و گرفتارن، و این ماشین سرکوبش بریزه چیزی ازش دیگه باقی نمیمونه. این حکومت نشون داده نمیتونه کاری بکنه. همین قصه کرونا خیلی خوب نشون داد. ببینید شاید یکی از بهترین برخوردها رو آلمان کرد. وقتی بیماری اومد دید اگر آزاد آزاد بذاره هر سه روز مبتلاها میشن دو برابر. بله. و خب دستگاه درمان نمیرسه. نشستن ضرب کردن، تقسیم کردن، تخت بیمارستانیشون رو اندازه گرفتن، اتاق سی سی یو همه و همه. گفتم ما باید یه کاری بکنیم ابتلا هر 16 روز بشه دو برابر. اون وقت میرسیم. بنابراین بر این اساس این عدد رو که پیدا کردن، فاصله گذاری ها و تعطیل مغازه و رستوران و قرنطینه رو همه رو بر اساس این شکل دادن. و واقعا هم دو هفته آلمان ها گفتن ما رسیدیم، از 16 روز هم رد شدیم. الان میتونیم بگیم 17 روز 18 روز ممکنه دو برابر بشه، که اون وقت اونایی که گرفتن خوب میشن و تخت بیمارستانیشون اضافه هم اومد، در اختیار فرانسوی و ایتالیایی هم گذاشتن تو اون شیوع موج اول که تازه بیماری شناخته نبود. اما شما نگاه کنید در ایران، من همون موقع دوستان ما که در آلمان بودن صحبت کردن، با ایران پیغام فرستادیم آقا اگه تو برنامه ریزی مشکله آلمانا حاضرن. امروز روی اینترنت هم میشه همون تیمی که برای آلمان برنامه ریزی کرده کمک بکنه، برای ایران هم برنامه ریزی بکنید و دیتا ها رو میدیم هم فکری بکنید. هم فکری که کار بدی نیست که مشورت گرفتن که. اما اصلا شما بگی از دیوار صدا در اومد، از این سیستم آشفته وزارت بهداشت و دولت روحانی و خامنه ای هم پشت سرش صدا، ونتیلیتور رفتیم ساختن یه دبتهای فنی عالی. آقا این 5 میلیون دلار شما بذارید، 6 میلیون دلار 5000 ونتیلیتور با استاندارد امریکایی باشه اقلا. رفت سپاه دست گذاشت، نه من میسازم بعد وارد میکنم. رفتن یه مش آشغال چینی هم آوردن که پاره بیمارستان ها میگن اصلا مریضو میکشه. و یعنی هر کار ساده ای رو، همین کرونا هر روز یه حرفی زدن، یه دستورالعملی، یه روز باز کن یه روز ببند، روحانی میگه آی اقتصاد اونجور میشه، نه کمکی نه چیزی. نتیجهش اینیست که از اون روز اول که 44 تا پرواز ماهان مثل 44 تا موشک بمب میکروبی به کشور وارد شد، شروع شد پنهانکاری و دروغ و چیز، تا امروز که هنوز هم این آشفتگی ادامه داره. واقعا جلوی ضرر از هر جا بگیری منفعت همین الان امیدواریم این دفعه میشه از کشورهای موفقی مثل آلمان و غیره کمک بگیری، برنامه ریزی کنی. والا بلا همین امریکا که من توش نشستم بازم داره تاکید میکنه دروغ میگه این آقایو، میگه ده. همین الان با همه دشمنی ها، ترامپی که انقدر سخت کرده، میگن ما حاضریم بیمارستان صحرایی بزنیم، دارو بفرستیم، کمک بفرستیم، پزشک بفرستیم، برنامه ریزی. حالا خود امریکا سوی برنامه ریزی داره، ولی میشه برنامه ریزی رو از آلمان گرفت، امکانات رو از آمریکا گرفت. دکتر سازبا، این دروغی هم که میگن که آمریکا جلوی دارو رو گرفته، این دروغ واقعا باید برای مردم گفت، این دروغ مطلقه مطلقه. بله. چطور همین دو روز پیش تونستن به حزب الله پول بدن؟ چطور آقای روحانی میاد برای خاطر اینکه دخترشو تو هیئت علمی دانشگاه بهشتی به پذیرن دانشگاه ملی، چطور میاد 300 میلیارد پول میده؟ چطور اونجا وقت دکتر سازبا بذار یه فیلمی برات نشون بدم. منو آتیش میزنه. دیروز یا پریروز آقای فروزنده داشت با دکتر دوشکی صحبت میکرد راجع به بلوچستان، اوضاع احوال خراب، یه اشاره‌ای هم کردن که برای در گذشته اینطور بود، اینطور نبود، در گذشته اینطور نبود. خود من رفته بودم و دیده بودم در بلوچستان تحولات بسیاری داشت صورت میگرفت،
برنامه‌ریزی زراعتی وسیعی بود. سپاه دانش کمک بسیار ارزنده به مردم کرده بود. بچه‌ها تو بیابون درس نمی‌خوندن، مدرسه داشتن، شیر و موز و سیب هم بهشون می‌دادن. دکتر حسین‌پور شاهد بزرگ ماست اینجا که خودش در اونجا مسئولیت‌هایی داشت و می‌تونه شرح باری. من یه منظر از بلوچستان امروز در بچه‌های مدرسه رو نشون میدم. آقای روحانی به جای دختر خانومش که هم مرفه هم وضع خوبی داره، ماشاءالله دکترا هم گرفته، باج نده به دانشگاه که ایشون عضو هیئت علمی بشن. 4 تا مدرسه تو بلوچستان درست نگاه کن و از بالا تا پایینتون از خجالت بمیرید. او این که معنی خجالت رو نمیدید. دانش آموزا پایه اول ماه. الان هوا نسبتا خوبه، ولی زمستان به نظر شما این دانش آموز با این سن کوچیکش، من میتونم اینو بیرون بذارم؟ میتونم بیرون بذارم مثلا بشینه بیرون درس بخونه؟ اساسا زیرانداز ندارن دانش آموزا من که روش بشینن تو خاکا. اصلا کفشی، لباس خوبی، کیفی، لوازم تحریر اصلا هیچی ندارم. ما اصلا نمیتونیم امسال پایه اولمون تدریس کنیم، به خصوص ریاضیشو. آقای قالیباف رئیس مجلس از اون میلیاردهایی که بلند کرده میره اونجا به بچه میگه چیه کفش؟ میگه کفش چیه؟ اون وقت اینجور با مردم رفتار میکنه. دکتر سازگار واقعا آدم شرم نمیکنه. بله من در کشورش همچه حکومتی هست. من این فیلم رو دیدم. 70 تا دانش آموزی کانکس دارن که تو کانکس هم حالا کرونا هم هست جا نمیشن، در پایه های مختلف به اصطلاح با هم ناچارن و یه معلم. البته ایشون گفت دوتا کمک داره، ولی من یه نکته ای رو آقای دکتر عرض کنم. اصلا فرض کنیم 40 سال پیش هم که انقلاب شد بلوچستان فقیر بوده، حالا فرض کنیم، من به اونش کاری ندارم. در این 40 سال گذشته دنیا خیلی تغییر کرد. چینی که الان قدرت دوم اقتصادی دنیاست، بله 40 سال پیش اتفاقا درست تقریبا همزمان با انقلاب ایران، شاید یکی دو سال بعد از پیروزی انقلاب ایران، چین تازه پا تو رکاب کرد حرکت کنه. یعنی از یه دهکده خرابه ناحیه شنجن برید الان یه چه میدونم شهر 10 میلیونی ساخته شده که منطقه آزادی است که مثلا مقابل هنگ کنگ ساخته شد. تو این 40 سال تولید و انقلاب بزرگ انفورماتیکی شده در دنیا و اقتصاد در همه دنیا توان و کارآمدی و باروریش چند برابر شده. این چه حرفیه؟ یعنی تا کی میشه کارت فوش به مدیر قبلی رو بازی کرد؟ داستان معروفی هست دیگه، میگن بله. مدیر عامل جدیدی رفت مدیر عامل قبلی بهش گفت این اتاق و این شرکت و اونم کارخونه و فلان و اینا، 3 کارت هم توی این کش و پایینی هست، هر وقت کارت گیر کرد به ترتیب 1-2-3 بردار نگاه کن. مدیر جدید چند ماه نگذشت سهام تو بازار اومد پایین و اینا، رفت کارت اولو برداشت گفت فوش بده به مدیر قبلی، بگو اون خراب کرده بود چیز کرده بود، شروع کرد جمع کرد همه رو، آی مدیر عامل قبلی خراب کرده بود چیز کرده بود، باز یه خود بهبود شد، باز چند ماه بعد خراب شد، گفت رفت کار دومو برداشت، گفت وعده بده وعید بده بگو ما 20 سال بعد میشیم قدرت منطقه، این چیزایی که خامنه ای میگه 40 سال بعد حالا نیمه دوم خوب میشیم نمیدونم، ما باز بهتر شد. سومی رو برداشت گفت استعفا بده برو دیگه، به اینجا رسیدی استعفاتو بنویسی 3 کارت هم بذار واسه مدیر بعد. من میگم این آقایون تا کی میخوان کارت اولو بازی کنن؟ هی فوش بدن به مدیر قبلی، اصلا خوب بد هر او دیگه صفحه ای از صفحات تاریخ. آنچه کرده تاریخ راجبش قضاوت خواهد کرد، خوب کار کرد یا بد کار کرد یا غیره. چی برای آینده داری؟ وعده و وعیدم که قرار بود 1400 بشه قدرت منطقه، الان ببینید چه مصیبتی در کشور است. آقای خامنه‌ای تمدیدش کرد 40 سال دوم ایشالله گلستان میشیم مثلا. وعده و وعیدم که خب حالی که نکوس از بهارش پیداست، این وقتی این وضع مدیریت و اداره کشوره معلومه که آینده بدتر از امروز خواهد شد. بنابراین دکتر سازگار کارتا سومی رو باید بازی کنی، بعد استعفا بدی تعویض مدیر بعدی بدی بری. و واقعا آقای دکتر حالا بلوچستان یا هر جای دیگه کشور بگی، من این سر دلم مونده بود بگم، چون بعضیا از دوستان خودمون تا بهشون میگه میگن زمان شاه خراب، میگم آقا اصلا مناقشه من نمی کنم، خوب بود بد بود اون به دیگه به عهده مورخینه،
و تاریخ قضاوت درستی خواهد کرد. شما الان دیگه تا کی باید فوش بدی مدیر قبلی؟ دیگه 40 سال دوره ایست که باهاش میشه یک مملکت رو چرز کنم، یک قاره رو میشه از صفر خرابش کرد، دوباره از نو ساخت. مگه چند وقت میکشید قاره اروپا بعد از جنگ بین الملل دوم بازسازی کنه خودشو؟ آلمانی که یه دونه ساختمان سالم توش نبود، یک دهه بعد شما میرفتی همه جوش ساخته شده. یعنی دو چه سازگار. بله، ما یه درنگ کوتاهی بعد بکنیم. فقط من یه اشاره بهتون بکنم. سال 2000 و سال 1992 وقتی من رفتم به روسیه و تمام این جمهوری ها، در تاجیکستان یه توالت سالم ندیدم. حتی تو بهترین هتلش از در و دیوار سوسک بارا میرم. تاجیکستان فقیر امروز ببینید چه عظمت و جایگاهی پیدا کرده، مدرنیته، جلو پیشرفت کردن. برای عزای استاد شجریان عزا میده مثل افغانستان، وقت در سرزمین خود ما یک اعلامیه نه از دولت، نه از رهبر، نه از وزیر خارجه، از هیچ کی بیرونه. بهتر آقای دکتر، نام بلند شجریان به دهان آقای خامنه ای یا قلم لجنزار کیهان آلوده نشه بهتر. خیلی هم بهتر. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم به مسائل منطقه و ایران رو دنبال. با درود دوباره فرشته نازنین، صدای یونیک و شعر و ترانه جهان بخش پازوکی عزیز. به مدت بیخبریم از پازوکی و نگران، امیدوارم که تنش به ناز طبیبان نیازمند مباد. خب دکتر سازگار عزیزم، حتما شما هم لذت بودی از این ترانه خاطر انگیز. من آقای دکتر اگر اجازه بدید 3 دقیقه یه خاطره ای رو نقل کنم. حتما. موقعی که من مدیر رادیو بودم سال 58، مشکل ما موسیقی بود، چون آقایون میگفتن موسیقی حرام بی نفسه. و حتی پیش آقای منتظری رفتیم، ایشون سراحتان گفت حرمت موسیقی از مسلمات فقه ایداد بیداد. من در تهران با یکی از روحانیون بلند آوازه آشنا بودم از قبل از انقلاب، حالا اجازه بدین فوت کرده اسمشو نیارم، رفتم پیش ایشون. میدونستم به قرآن منشاوی علاقه داره، به همین نوارهای قرآن اینا. به ایشون گفتم آقا ما مدیر رادیو شدیم، شما همه فتوا میدین حرامه. گفت بله موسیقی حرام. گفتم فی نفسه حرامه. گفت فی نفسه حرامه. گفتم شما یه خود تحمل کن، من با دهنم یک آهنگی رو میزنم، شما بگو حرامه یا نه. گفت باشه. گفتم دی 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 دی. گفت بله این حرامه. گفتم من حالا کاری که میکنم یه خود فاصله گامش رو بیشتر میکنم، اینو به اصطلاح آروم ترش میکنم. دی 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 حرامه. گفت بله حرام. گفتم حالا من رو این شعر میذارم، صدا به سلام میذارم، کلام میذارم، شما بگینم حرامه نه. این درست آهنگیست که منشاوی بکنه. گفتم ولما برزول جا دوت و جنو رسول بقره. منشاوی اینجوری میکنه خودش فهمید. گفتم آقا یعنی چی اصلا شما بگید فی نفس حرامه؟ این قرآنی که گوش میکنی، موسیقی، موسیقی دانا به شما میگن تو چه اذانی که گوش میکنی، این این بیات ترک روزه ای که گوش میکنی، اون چهارگازی سگاز قرآن تو این دستگاه، موسیقی عربی از ایرانی اصلا متاثر شده. یعنی چی پرنده ای که میخونه رو آوای موسیقی و نوت؟ یه خورده فکر کرد ولی جرأت نکرد که بگه راست میگی. البته عرض کنم بین فقها مولا محسن فیض کاشانی فتواش دست کم از فقهای بزرگ شیعه در عهد صفوی این است که موسیقی حرام نیست. و بله اگر سوء استفاده بشه، از حتی از قرآن هم میشه سوء استفاده کرد، سر مردم کلا گذاشت، از نماز و روزه ریاکاری درست کرد. بله. مرحوم شریعت مداری میگفت حرام نیست و تأکیدم در این زمینه داشت. بله. این آقای دکتر سازگار استاد شجریان ناله میزد که آقا بنده 11 دفعه قرآن رو خوندم، در قرآن اصلا نیست. و راست میگه، آیه‌ای که اصلا در قرآن نیست، حتی نزد فقها هم شما میری ببینی این از کجاشون در آوردن. چون اسلام با 2-3 هنر متاسفانه در افتاد، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی. یک کسی روز اول گفته این مجسمه بت سازی، آخرش هم مجسمه سازی.
چه ربطی به بت سازی؟ آقا اگه بت سازه چرا قاسم سلیمانی رو درست میکنه؟ آره حالا مجسمه آقای رفسنجانی رو درست میکنه. حسن بله بالاخره شگفتی آوره که آدم واقعا شگفتی بالاخره کوتاه اومدن تصور نمیکنه. نقاشی ببینید نقاشی البته خب پاشیکاری روش کرد در مسجد سازی های ما. بله اون زمان مسجد سازی صفوی بود. بله در حالی که در مسیحیت که نقاشی حرام نبود کلیساها شد مرکز تجلی هنر بزرگان نقاشی دنیا. بله و در دنیای اسلام خب یکی پیدا شد که حرام آی این صورت آدم و نمیدونم هی بود. یعنی اینا آقای دکتر یه چیزایی بوده با واکاوش یا موسیقی هم همین گونه. همون که ما داستانهایی هم در تاریخ دست کم داریم که پیامبر خودش دسته موسیقی میزدن وایساده گوش کرده و دکتر سازگارا دختر امام حسین سکینه استاد موسیقی بوده شاگرد داشته ده. دختر امام حسین و حتی خونش که میاد پایین به خاطر اینکه جمعیت رفته اون رو نشسته بوده به فستیوال موسیقی اون زمان گوش بده. بابا اینا مزخرفاته. یعنی حالا منظورم این آقایون حاضر نیستن. اینا از موارد به نظر من بسیار بارز این عوام زدگی و ترس این فقه هاست که می ترسه یکیشون بگه. اکثرشون هم میدونن این حرفا هیچ مبنایی نداره و دکتر سازگارا هم چهار تا حرف سخیف یا روایت ضعیفی است که 60 تا اشکال توش هست. حرفای از این گنده تر رو شک درش میکنم. بنابراین دکتر سازگارا اصلا یک هنر بزرگ در افتادن و اسباب موسیقی رو بله یاد آواز خوندن با زنها مثلا نه اصلا رو منبر حفظ کردن. تمام روزخونایی که من میشناختم قبل از انقلاب اساتید موسیقی بود. مرحوم عرفان اصلا دستگاه ها رو که خود ذبیحی تمام گوشه های موسیقی رو میشناخت. مرحوم ستایشگر، مرحوم جندقی اینا آدمای بزرگی بودن موسیقی رو میدونستن میشناختن. مگه میشه یک چیزی مثل این که شما بگی بگی موسیقی فیزاته حرامه مثل این که فیزاته بگی شعر حرامه. کلمات بله. آهنگین و موزون و پرتنینی رو وقتی کنار هم میچینی و یه ایماجی میسازه شاعر یه هنر متعالی است که گوشه به گوشه وحی میزنه. در واقع این همین موسیقی هم بله برحال این هم از اون مصیبت هاییست که بله. در دنیای اسلام شیعه و سنی هست و متاسفانه نزد شیعه این شدیدتر هم هست و حکومت هم افتاده. یا مثلا زنا یه دوره باور کنید من چون مدیر رادیو بودم یه مقداری درگیر بودم یه موقع میگفتن سازای بادی دیگه اشکال نداره چون دیده بودن تو تعزیه نمیدونم شیپور میزنن چیز زهی حرامه. بعد وقت این اساتید موسیقی بعد آهنگ و فقط و سازهای بادی تنظیم میکرد. بعد دیدن این نمیشه گفتن تکنوازی حرامه ولی جم صدا گمشه اشکال نداره. اصلا بعد دیدین تلویزیون سازو نشون نمیده. بله این چه مسخره است. پشت گلدون میشونن طرف رو مثلا که سازش دیده نشه. بعد بند کردن خانوما که اصلا چون یه داستانی در شب معراج میگن زنی نمیدونم از گیس آویزون بوده آسمون چندم پیغمبر گفتن این چیه گفته آوازخون. اصلا این داستانه یک دونه ساعت کل سند معراجش نه اصلا یک دونه سندیت تاریخی نداره چیزی نداره این حرفا چی چیه. و اینجور مزاحم زنا شدن حضورشون در موسیقی و آفرین واقعا به استاد شجریان که از 70 شاگردش 30 خودشون نقل میکرد خانوما بودن و بعدم باری کلا به خانومایی که الان حضورشون در عرصه موسیقی اصلا کم از آقایون نیست. گروه ماهبانو گروه ماهبانو بله گروه ماهبانو کامکارها خود مژگان شجریان اینا درود بهشون میفرستم. دکتر بریم سر صحبتامون که هنوز مونده. قبل از اینکه بریم روی مسائل ایران آقای ترامپ سرمون رو گنده برگشت و فلوریدا رفت و الان آماده برای مناظره. خب اخبار ترامپ مردم علاقمندن بدونن آخرین خبرها. والا آقای ترامپ از کرونا جون به در برد. البته میدونید یه معالجه خیلی سنگینی هم کردن. عجیب هم بله. دو سه داروی چون بیمارستان نیروی دریایی تفنگدار دریایی که ایشون بستری شد درست روبروی
NIH بزرگترین مرکز سلامت پزشکی عالمه و بعدم چند داروی به اصطلاح مؤثر رو که تا الان کار شده رو تزریق کردن، بعدم آمپول استرویدی زدن که انرژیزاست، ایشون خیلی هم پر انرژی تر اومده توی میدون و در حال جون به در برد آقای ترامپ. ولی خب از اون کاخ سفید 30 نفر تا الان مبتلا شدن. آقای ترامپ وضعیتش به لحاظ سنجش افکار کماکان خوب نیست آقای نوریزاده، منتها این سنجش افکارا همه علامت سوال روش میذارن، برای اینکه مرتبه قبل هم سنجش افکارا تا شب انتخابات به نفع خانم کلینتون بود، درست، ولی باختیشو. بیشتر حواس ها پی ایالت های سوینگه. ببینید رأی های الکترال ایالت هایی که به اصطلاح آبی یا قرمز دموکرات یا جمهوری خواهه قطعی، مثلا نیویورک و کالیفرنیا آبی، فرض کنید تکساس قرمز یا آلاباما و پاره ایالت ها اینجوری، اینا رو الان جمع و تفریق کنید، مثلا آقای بایدن 170 تا مثلا جی بشه، آقای ترامپ هم 140 چند تا جی بشه، اینا محل مناقشه نیست، چون بعد برسن به اون عدد جادویی 270 271 کی هر کی بیاره برده دیگه. بعد برای اینکه برسن 270 تا برسه به اون عدد، تکلیف اون ایالتایی که معلوم نیست آبی میشه یا قرمز میشه که کل رأی الکترالشو بدن به یکی از این دو کاندیدا، فلوریدا در رأسشه 27 رأی الکترال، پنسیلوانیا نامعلومه، اوهایو، میشیگان، ویسکانسین، ایالت‌های اینگونه است که محله ده. الان تو این ایالت‌ها وقتی سنجش میکنن میگن آقای بایدن برنده، ولی عرض کردم سنجش افکارا همه با احتیاط برخورد میکنن، برای اینکه مرتبه قبل غلط از آب در اومد. به لحاظ پولی بذاریم، پول آقای بایدن الان بیشتر از آقای ترامپ، اگرچه ترامپ خودش میگه 150 میلیون دلار خودش کمک کرده به کمپینش، الان از مردم کمک خواستن، ولی پولی که مردم دادن برای چیز الان به هم دلیل میتونن الان تو اون کانتی هایی که محل به اصطلاح سوینگ، هنوز کانتی ها مثل استانا داخل ایالتان، بایدن بیشتر میتونه آگهی بذاره، چه تو تلویزیون ها، چه روی شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و غیره. ولی آقای ترامپ هم میگذاره. به لحاظ پولی بایدن وضع پولیش الان بهتره. به لحاظ از شبه اقلیت ها، یعنی گروه های اجتماعی، نه اقلیت ها، زنا سنجش نشون میده به بایدن رای میده، به خصوص این داستان سخت جنین که این خانمی هم که دارن میفرستن توی سوپریم کورت امریکا، دیوان عالی امریکا، دیروز من گوش میکردم کمیته سنا حسابی سینجیم میکنن تا رای بدن، دموکرات ها همه انگوش میذاشتن که خانم شما با راجب سخت جنین چی میگه، البته او هم با زیرکی سعی میکرد جواب نده و در میرفت از زیرش، ولی چون رأی زنها اون وقت تعیین میکنه مقدار زیادی این ماجرا. و دو سه نکته دیگه ای که خانوم ها رو به بایدن بیشتر متمایل کرده، حتی الان صحبت خانوم های خانه داره، سیاه ها رأیشون قطعا با آقای دوست. این ایمیل های خانوم کلینتون تأثیری داشت رو افکار عمومی؟ چون واقعا آبرو برانگیز بعضی هاش. بله راجب داعش جمهوری بله ایمیل های خانم کلینتون، خب میدونی مرتبه قبلم ایمیل های خانم کلینتون وسط انتخابات بود دیگه، و میگفتن هم که روسا کمک کردن یا FBI مثلا آخرین لحظه یه کاری کرد. این بار هم خب این اکتوبر سورپرایز آقای ترامپ مثل که همین ایمیل ها شد بیشتر. من آقای دکتر نمیدونم سنجش بعد بشه، ولی به نظرم ببینید اونایی که ضد ترامپ شدن الان، اگه خود هیلاری کلینتون کاندیدا بود ممکن بود مردد شن، به خصوص مرتبه قبل با سندرز هم اختلاف شد تا آخرین لحظه و سندرزی ها رأی ندادن تو حزب دموکرات. اگه 10% سندرزی ها فقط
رای داده بودن هیلاری برنده میشد تو همین ایالت‌های سوینگی که باخت. این دفعه این شکاف که دموکرات نیست، دست کم تا الان نیست، اگه تا شب انتخابات به وجود نیاد. و چون بایدن هستش دیگه، خود هیلاری هم نیست، دست کم رو اونایی که دموکرات میخوان رای بدن یا مستقلینی، چون تقریبا آمریکا تقسیم بر سه است، حدود 30 و چند درصد ثبت شده جمهوری خواهند، 30 و چند درصد ثبت شده دموکراتن، دموکرات رجیسترن به اصطلاح، 30 و چند درصد هم مستقل. یعنی گفتن ما عضو هیچ حزبی نیستیم، هر کدوم دلون بخواد میریم. این اونایی که تو مستقلین و مشکل دارن با آقای ترامپ، فکر نمی کنم دیگه با این ایمیل ها برگردن. ولی اونایی که پایگاه آقای ترامپ هستن با این قبیل چیزا قطعا محکمتر میشن و مصممتر میشن در دفاع از ترامپ. الان یه اتفاق صحنه امریکا افتاده و آقای بایدن چند جا سخنرانی کرده، این است که میگن مردم برین زود رای بدین، برای اینکه موقع انتخابات شلوغ میشه به دلیل کرونا، 6 تا 6 تا تو حوزه ها میکنن، صفای طولانی میشه، ممکنه در طول یه روز اصلا نرسید رای بدید. بنابراین رای زود دادن شده یه نکته ای الان، یه بخش از کمپین آقای بایدن اینا این است که برین زودتر رای بدین یا با پست رای بدین. و برعکس یه بخش از کمپین آقای ترامپ این شده که آقا این رای پستی و اینا اشکال داره و انقل دارن میذارن از حالا تو نتیجه انتخابات. من به هر حال آقای دکتر نوریزاده، نه من که حالا متخصص انتخابات آمریکا نیستم، ولی گوش میکنم، اخبار انتخابات رو دنبال میکنم، این متخصصایی که توی شبکه‌های تلویزیونی میان صحبت میکنن، اینی که کدومی که این دوتا میبره، الان شانس آقای بایدن به نظر میرسه بیشتر. اینی که آیا الان بعضی ها میگن ممکنه به اصطلاح بایدن لند سلایدینگ ببره، یعنی با قاطعیت ببره فلوریدا و تمام ایالت های سوینگ رو که ببره هیچی، ایالت های قرمزی مثل اریزونا و حتی تگزاس یه مرتبه برگرده آبی بشه رأیش. خیلی دیگه عجیب اگه اون بشه، جمهوری خواه تا مدت ها باید با رئیس جمهوری خدافزی کنن. یا بحث سنا هم الان هست، یه سوم کرسی های سنا و مجلس نمایندگان. بله. اما اینا یه دن که به این سمت دارن میرن، اما یه ده به این خوشبینی نیستن و میگن که میبره بایدن ولی با اختلاف اندکی. اون وقت ترامپ دبهی که کرده از حالا برای انتخابات و استندبایی که در گفت و هنوزم نه خودش نه معاونش در مناظره حاضر نشدن راحت و روشن بگن، قدرت رو مسالمت‌آمیز تحویل میدن اگه ببازن. بله بله. و میگن این خیلی بده، این در تاریخ امریکا نبوده، اولین باری. اجازه دکتر. بله دکتر ساز. و میگن نگرانن که دعوا بشه بعد انتخابات. نه وقتمون تموم شد، ولی از دکتر محسن سازگارا میخوام یه پیشگویی بکنه کی برنده میشه. او خیلی سخته آقای دکتر، نمیکنم یه بار بگی. برای اینکه میگن فقط آدم احمق در سیاست پیشگویی میکنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست نازنینم دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی همه شما را به پرورده عاشق می سپارم.